سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با ما همراه باشید با خبرهای امروز پنجشنبه 4 مهر ماه 1392 برابر با 26 سپتامبر 2013. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها. واکنش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه به اظهارات اوباما: آمریکا نمیتواند در پی براندازی جمهوری اسلامی باشد. استقبال اصولگرایان از سخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. وزیر خارجه بریتانیا از سخنان روحانی استقبال کرد اما گفت تغییر لحن باید با عمل همراه باشد. وعده وزیر اطلاعات به آزادی تعداد دیگری از زندانیان: آیا زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد خواهند شد؟ هشدار یک مقام سازمان پزشکی قانونی نسبت به افزایش آمار خودکشی: روزانه 150 نفر در تهران به زندگی خود پایان می دهند. اعتراض ها به سیاست های دولت در سودان 24 کشته بر جای گذاشت. ارتش آزاد سوریه خواهان تحریم جهانی ایران به خاطر جنایت ها در سوریه شد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه طی سخنانی در کنگره شهدای استان کرمان در مورد اظهارات باراک اوباما مبنی بر اینکه آمریکا در فکر براندازی جمهوری اسلامی نیست گفت وقتی قابل قبول است که آثار این حرف اوباما از سیاست آمریکا محو شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 2 روز پیش در سخنرانی خود در مقر سازمان ملل اعلام کرد ایالات متحده قصد تغییر نظام جمهوری اسلامی را ندارد. فرمانده نیروی قدس در واکنش خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت این سخن شما اظهار لطف نیست بلکه اعلام ناتوانی است. سلیمانی افزود است شما نتوانسته و نمیتوانید در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی برایید. اظهارات این فرمانده سپاه در شرایطی بیان شده که دولت حسن روحانی تلاش‌ها برای بهبود رابطه جمهوری اسلامی با جهان و به خصوص غرب و آمریکا را آغاز کرده است. فرماندهان سپاه و گروهی از محافظه‌کاران نزدیک به علی خامنه‌ای به طور تلویحی از این تلاش‌ها تنها برای لغو تحریم‌های بین‌المللی حمایت کرده و هشدارهایی نیز در این زمینه به روحانی دادند. برخی از مقامات سیاسی و نظامی ایران از سخنان روز گذشته حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کردند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و یحیی رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای از جمله محافظه‌کارانی بودند که از گفته‌های رئیس جمهوری تمجید کردند. در همین حال و در واکنش به سخنرانی حسن روحانی، وزیر خارجه آلمان این سخنرانی را امیدوار کننده دانست، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را طعنه‌آمیز خواند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران اظهارات حسن روحانی در سازمان ملل متحد را متین و منطقی خواند و گفت که شرایط روزهای اخیر ایران حاکی از عقب نشینی غرب از مواضع خود است. لاریجانی همچنین افزوده که مذاکره و روابط ایران با دیگر کشورها ممنوع ذاتی نیست. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی دفاعی آیت الله خامنه‌ای نیز سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل را نطقی بسیار هوشمندانه ارزیابی کرد. فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس که عصر چهارشنبه 3 مهر ماه منتشر شد، تصریح کرده که سخنان حسن روحانی علیه خشونت و افراطی‌گری و درباره خطوط قرمز ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای بسیار هوشمندانه بود و آقای روحانی توانسته به گفته او به خوبی از حقوق ایران دفاع کند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم سخنرانی روحانی را نشانه درخشش عقلانیت روحانیت شیعه در سازمان ملل ارزیابی کرده است. فیروزآبادی افزوده سخنان روحانی مواضع صریح و انقلابی و حق طلبانه و مستحکم ملت ایران را به جهانیان نشان داد. این فرمانده نظامی در این حال گفته که روحانی با این سخنرانی شعارهای اصلاح طلبان را پشت سر گذاشت. در همین راستا غلامعلی حداد عادل نیز نطق شب گذشته روحانی را مثبت و منطقی دانست و گفت که این نطق به هیچ وجه از سر ذلت و وادادگی نبود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اظهار تمایل اوباما برای حل و فصل مناسبات با ایران را ناشی از تغییر رویکرد غرب دانست. وی امروز به خبرگزاری خانه ملت گفت هرچه فضای گفتگوی ایران با غرب مثبت‌تر از گذشته باشد، به طور حتم مذاکرات هم آسان‌تر خواهد بود.
در همین حال بنیامین نتانیاهو گفت که برنامه ایران این است که با حرافی برای پیشبرد توانایی دستیابی به تسلیحات اتمی زمان بخرد. آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که دقایقی پس از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شد نوشت این یک سخنرانی عیب‌جویانه و مملو از دورویی بود. به گفته نخست وزیر اسرائیل در این سخنرانی هیچ پیشنهاد عملی برای توقف برنامه هسته‌ای نظامی ایران مطرح نشد. وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با حسن روحانی در نیویورک از لحن جدید ایران استقبال کرد. لیدو وستروله در این حال هشدار داد که این لحن باید با اقداماتی اساسی همراه باشد. او با وزیر خارجه ایران نیز دیدار کرده است. روحانی بامداد روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها از صلح سخن گفت و تصریح کرد که ایران آماده گفتگوهای بدون تأخیر برای شفافیت کامل است. پیش از او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در سخنانی ضمن استقبال از سخنان مسئولان ایرانی خواسته بود تا اظهارات مصالحه جویانه ایران با عمل همراه شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در نیویورک ابراز امیدواری کرد که جلسه روز پنجشنبه او با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به سرگیری سریع مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق در کوتاه‌ترین مدت بیانجامد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت ایران تمایل و آمادگی سیاسی برای مذاکرات جدی هسته‌ای دارد و امیدوار است جلسه پنجشنبه منجر به آغاز سریع مذاکرات و رسیدن به توافق در کوتاه‌ترین مدت شود. باراک اوباما اعلام کرده است که جان کری وزیر خارجه در جلسه روز پنجشنبه شرکت خواهد کرد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در گفتگو با بی بی سی فارسی گفته است سخنان مقامات دولت تازه ایران را مثبت می‌داند و برای بهبود روابط با این کشور آماده است. آقای هیگ روز چهارشنبه 25 سپتامبر در نیویورک گفت آمادگی بریتانیا برای بهبود روابط را در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود به او اطلاع داده است. او در این حال افزوده البته مهم این است که تغییر لحن و گفتار ایران با عمل همراه شود. اقدامهایی که ما بتوانیم به آن پاسخ بدهیم و بقیه دنیا هم متناسب با آنها گام بردارند. هیگ همچنین اظهار امیدواری کرده است کشورهای غربی بتوانند برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای اختلافات موجود با ایران همکاری کنند. آقای هیگ در پاسخ به سوالی در مورد شرایط مورد نظر بریتانیا برای بازگشایی سفارتخانه‌اش در تهران گفت لازم است اطمینان یابد که سفارت میتواند به راحتی کارهای یک سفارت را انجام دهد. او گفت که با طرف ایرانی توافق کرده است که گفتگوها در مورد روابط دو کشور ادامه یابد و مشخص شود که هر کشور چه کارهایی میبایست انجام دهد. وزیر خارجه بریتانیا اما تاکید کرد که نمیتوان تاریخ دقیقی برای بازگشایی سفارتخانه ها تعیین کرد. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز چهارشنبه در واکنش به سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت توقع نداشته باشید آقای روحانی دقیقاً طبق نظر و سلیقه بنده و دیگران عمل بکند. خاتمی که در جمعی از اعضای فراکسیون خط امام مجلس سخن میگفت یادآور شد در زمان اصلاحات مذاکره خیانت محسوب میشد. او این تغییر رویکرد در ایران را حاکم شدن خردورزی و عقلانیت توصیف کرد و ادامه داد آن روز اسم مذاکره کردن خیانت به حساب می آمد و تابو بود، نمی شد صحبت کرد و امروز خیلی راحت درباره مذاکره البته از موضع اقتدار صحبت می شود. روز چهارشنبه حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد که به اعتقاد برخی سخنرانی رئیس جمهوری ایران با انتظارات به وجود آمده برای بهبود رابطه ایران و آمریکا فاصله داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله مصباح یزدی با تعریف از حسن روحانی گفت خداوند تدبیر کرد تا کسی سر کار بیاید که در شرایط فعلی مجبور باشد هوای خط رهبری را داشته باشد. مصباح یزدی افزوده است پیروزی روحانی در انتخابات باعث شد دهان مخالفان بسته شود و نتوانند دوباره بگویند تقلب شده است، آزادی نیست، انتخابات برنامه ریزی شده بود و دیکتاتوری است. مصباح گفت باید حسن ظن داشته باشیم که مصلحت نظام همین بوده است که روحانی رئیس جمهور شود.
شاید اگر کسی که ما می‌خواستیم سر کار می‌آمد، چه بسا در اندک مدتی زمینه‌های شکست او را فراهم می‌کردند. مصباح یزدی و جبهه پایداری ابتدا کامران باقری لنکرانی را به عنوان کاندیدای خود برای ریاست جمهوری برگزیدند که با کنار رفتن وی به دلیل اطلاع از رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان، آنها از سعید جلیلی حمایت کردند. معاون اول قوه قضاییه گفت به دستور صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه 6 نفر از قضات دادگستری به دلیل تخلف از سمت‌های خود برکنار شدند. مقام قضایی تأکید کرد که برکناری این 6 تن ارتباطی به پرونده‌های مطرح در ایران ندارد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده است که این افراد به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات پس از تایید و قطعی شدن حکمشان در دادگاه تجدید نظر به دستور رئیس قوه قضایی برکنار شدند. این 6 قاضی در حالی برکنار شدند که نام آنها منتشر نشده است. آقای رئیسی گفته است که اسامی در این مرحله اعلام نمی شود، اما شاید در آینده اعلام شود. همچنین مشخص نیست که تخلف این قضات چه بوده است. معاون اول قوه قضاییه تنها توضیح داده است که برکناری این 6 تن ربطی به پرونده های مطرح در کشور ندارد و در این حال افزوده که موضوع برکناری قضات امر جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است. در حالی که اواخر شهریور ماه 15 تن از زندانیان سیاسی بدون اطلاع قبلی از زندان آزاد شدند، حال نیز وزیر اطلاعات میگوید تعدادی از زندانیان در عید قدیر دوم آبان ماه آزاد میشوند. البته وزیر اطلاعات ایران گفت که نمیتواند بگوید زندانیانی که عید قدیر آزاد خواهند شد همگی زندانیان سیاسی هستند. روز گذشته محمود علوی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت در عید قدیر خم زندانیان بیشتری مشمول عفو و رحمت قرار می گیرند و ما منتظر هستیم که هدیه خوبی به این اشخاص و مردم در این روز داده شود. روز دوم آبان ماه سال جاری نزدیک به یک ماه دیگر عید قدیر است. به گزارش ایسنا وزیر اطلاع درباره آزادی زندانیانی که اخیراً آزاد شدند گفت این موضوع در ایران مسبوق به سابق است. به با بیان اینکه در حال حاضر یک آرامش در کشور حکم فرماست و نگاه مردم امیدوارانه است گفت رهبری که حکم پدر جامعه را دارند علاقمندند تا چنین فضای استمرار پیدا کند. آقای علوی در این زمینه از توضیح درباره اینکه آیا افراد مورد عفو قرار گرفته دارای جرایم سیاسی هستند خودداری کرد. در همین حال خبرنگاری از آقای علوی در خصوص وضعیت آقایان میرحسین موسوی و کروبی پرسید که وی در این باره گفت من کلیت بحث را عرض نمودم، شما به همین کلیات اکتفا کنید و انشاءالله در آینده هم به امید خدا در خدمتتان خواهیم بود. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نیز عصر روز گذشته با اشاره به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و نیز با ابراز خرسندی از اعلام خبر عفو و آزادی 80 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی گفت چرا این تعداد؟ بگوییم همه، مگر کسی که واقعا جنایتی کرده باشد و آن هم در محکمه صالح اثبات شده باشد. آقای خاتمی تأکید کرد که خیلی از این زندانیان سیاسی واقعا کاری نکرده بودند. بسیاری از اتهاماتی که زده شده اتهامات غلطی بود. رئیس دولت اصلاحات در این حال بازتر شدن فضای سیاسی ایران و آزادی شماری از زندانیان سیاسی را مسئله قابل تقدیر خواند. اظهارات وزیر اطلاعات در مورد آزادی تعدادی از زندانیان در عید قدیر در حالی مطرح شده است که اول مهر ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از عفو 80 محکوم امنیتی توسط رهبر ایران خبر داده و گفته بود که برخی از این زندانیان از متهمان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هستند. در این حال اواخر شهریور ماه رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که 15 نفر از زندانیان سیاسی بدون اطلاع قبلی از زندان آزاد شدند. فیض‌الله عرب سرخی، محسن امینزاده، میر طاهر موسوی، علی خدابخش، نسرین ستوده، نادر بابایی، محمد علی ولایتی، حسین زرینی، مهسا امرآبادی، محبوب کرمی، مریم جلیلی، میترا رحمتی، فرح واضحان، ژیلا مکوندی و کفایت ملک محمدی از زندانیان سیاسی بودند که هفته گذشته آزاد شدند.
سازمان عفو بین الملل درباره احتمال اعدام قریب الوقوع 6 زندانی کرد در زندان قزل حصار در نزدیکی تهران هشدار داده است. به گفته عفو بین الملل این 6 زندانی کرد به جرم محاربه و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند و 2 نفر از آنها روز چهارشنبه به قرنطینه منتقل شدند که نگرانی از احتمال اعدام قریب الوقوع این زندانیان را افزایش داده است. حامد احمدی و صدیق محمدی 2 نفری هستند که به قرنطینه منتقل شدند و 4 نفر دیگر جمشید و جهانگیر دهقانی، کمال مولایی و سید هادی حسینی نام دارند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رویه دادرسی و محاکمه شماری از این افراد با معیارهای بین المللی همخوانی نداشته است. این سازمان تاکید کرده است در حالی که آزادی شماری از زندانیان سیاسی بارقه امیدی در چند روز اخیر بوده، اما اعدام‌ها همچنان در ایران ادامه داشته است. در تازه ترین آماری که روز گذشته یک مقام مسئول در ایران آن را بیان کرد، گفته شد روزانه 150 نفر در تهران دست به خودکشی می زنند. دکتر بهنام بهنوشی، متخصص پزشکی قانونی، در این خصوص گفت طی 10 سال گذشته روزانه 80 نفر در تهران دست به خودکشی می زنند، اما این میزان اکنون به 150 نفر در روز رسیده است. بهنوشی افزوده است بر پایه آمارهای پزشکی قانونی سال گذشته 500 نفر در ایران یا با قرص برنج اقدام به خودکشی کردند که اغلب آنها جوانان و زنان بودند. به گفته وی مهمترین عوامل افزایش خودکشی بحرانهای روحی روانی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان به ابزارهای خودکشی، افزایش خشونتهای خانگی، محدودیتهای خانوادگی و طلاق است. پیشتر سازمان پزشکی قانونی ایران گفته بود در 3 ماهه اول سال جاری 169 تن بر اثر مصرف قرص برنج در کشور جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47% افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی پزشکی قانونی متوسط سن کسانی که خودکشی می کنند 29 سال است. کارشناسان اجتماعی گفتند که بیکاری و مشکلات اقتصادی مهمترین دلایل این خودکشی هاست. حسین صفائی، مدیر عامل سازمان میادین میوه و ترابر تهران میگوید مرغ‌هایی که در تهران عرضه می‌شوند هورمونی نیستند ولی دارای 47% سرب هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صفائی در 7th جلسه علنی شورای 4th تهران گفته است که مرغ مورد نیاز تهران از 10 استان تامین می‌شود. به در بخش دیگری از اظهاراتش افزوده است سیب و پرتقال بیشترین میوه‌های وارداتی به تهران هستند و پیاز آلوده ترین محصول وارداتی به این شهر است. به گفته صفائی پیازهای وارداتی به تهران هم آلوده به نیترات و سرب است. مدیر عامل سازمان میادین میوه و ترابر تهران افزوده است هیچ یک از محصولات دریایی که به تهران وارد می شود قابل رهگیری و پیگیری نیست و تمام میوه‌های ورودی به تهران بدون شناسنامه است. اداره کنترل دارایی‌های خارجی در سازمان خزانه‌داری آمریکا با انتشار بخشنامه‌ای اجازه ارائه برخی خدمات‌های ویژه در حمایت از فعالیت‌های زیست‌محیطی غیر دولتی در ایران را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این فعالیت‌ها پیش از این مورد تحریم آمریکا قرار داشتند. بر اساس این مجوز کلی فعالیت‌های مربوط به پروژه‌های حفاظت از محیط زیست و حیات وحش در ایران که شامل گونه‌های در معرض خطر گیاهی و جانوری و حفاظت از زیستگاه‌های آنها می‌شوند مجاز خواهد بود. همچنین فعالیت‌های بشردوستانه برای رفع نیازهای اساسی مردم ایران شامل ارائه خدمات مرتبط با سلامت و بهداشت، موضوعات مربوط به ایتام، ارائه خدمات امدادی مرتبط با بلایای طبیعی، توزیع اقلام اهدایی از جمله مواد غذایی، پوشاک و دارو با نیت کاهش رنج و درد انسانی و نیز آموزش کمکی مرتبط با هر نوع فعالیت پیشرو در موضوعات فوق نیز مجاز خواهد بود. افزون بر این، انجام پروژه‌های بازسازی غیر تجاری در رابطه با بلایای طبیعی در ایران برای یک دوره حداکثر 2 ساله پس از بروز حوادث طبیعی مجاز شمرده شده است. مجوز تمامی این اقدامات در حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی در ایران صادر شده است. قیمت دلار که در هفته گذشته کمتر از 3000 تومان در نوسان بود، پس از تاکید ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز و نیز ساعتی پس از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل به بالاتر از 3000 تومان بازگشت و حتی تا 3100 تومان هم رسید. توجه شما را به گزارشی در این زمینه جلب می‌کنم. پس از آن همکارم مسعود جدی با شما خواهد بود و ادامه خبر.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت تاکید کرد که دولت قصد ندارد نرخ ارز در بازار افزایش یابد، بلکه خواهان ثبات بخشیدن در بازار ارز است. آقای نوبخت این سخنان را در توضیح اظهار نظر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به خبرنگاران ارائه کرد. آقای سیف روز سه‌شنبه دوم مهر در مراسم صبحانه در اتاق بازرگانی ایران گفته بود بانک مرکزی نخواهد گذاشت قیمت دلار در بازار ایران بیش از پیش پایین بیاید. قیمت ارز در یک هفته گذشته و تحت تأثیر نشانه‌های مثبتی از بهبود روابط ایران و آمریکا و در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با کاهش نسبی همراه شده بود. قیمت دلار در یک هفته گذشته مرز 3000 تومان را شکسته بود و پس از نزدیک به یک سال در محدوده پایین‌تر از 3000 تومان در نوسان بود. بر اساس گزارش‌ها قیمت دلار با کاهش نزدیک به 8% به 2800 تومان رسیده بود. اظهار نظر آقای سیف روز سه‌شنبه با تایید ضمنی معاون ارزی بانک مرکزی همراه شد و وی تاکید کرده که این بانک در تلاش برای تکنرخی کردن نرخ ارز است. به گفته آقای غلامعلی کامیاب، تکنرخی کردن ارز به معنای کاهش قطعی نرخ ارز در بازار نیست. او با بیان اینکه نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند، کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر را به طور عمده به انتظارات ایجاد شده مردم نسبت داد. معاون ارزی بانک مرکزی در عین حال کاهش نرخ ارز را خیلی به نفع اقتصاد ندانست و تأکید کرده که نوسانات شدید نرخ ارز مانع از تصمیم گیری درست اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می شود. ولی الله سیف پیش از انتخاب شدن به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نیز از تثبیت قیمت دلار در محدوده 3000 تومانی دفاع کرده بود. قیمت دلار در بودجه امسال 2450 تومان تعیین شده است. با سلام و تشکر از همکارم فریبا شیرازی در بخش خبرهای داخلی، توجه شما را به چند خبر خارجی در این بخش خبری جلب می‌کنم. از روز دوشنبه گذشته پس از اینکه دولت سودان اقدام‌های ریاضتی خود را اعلام کرد که در پی آن قیمت سوخت دو برابر شد، هزاران نفر از مردم سودان برای دو روز متوالی دست به تظاهرات زدند و شعارهای علیه دولت سر دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرکنندگان راه اصلی منتهی به فرودگاه را بستند و تعدادی از خودروها را با آتش کشیدند. روز چهارشنبه گروهی از معترضان ساختمان دانشگاه خارتوم و چند پمپ بنزین را با آتش کشیدند. بنا به گزارش‌های رسیده تاکنون حداقل 24 تن در این اعتراضات کشته شدند. ده‌ها تن از افسران بلندپایه ارتش آزاد سوریه، نیروی نظامی مخالفت حکومت بشار اسد، با امضای بیانیه‌ای هر گونه کنفرانسی درباره سوریه که در آن ایران شرکت داشته باشد را تحریم کردند. این افسران بلندپایه ارتش آزاد خواهان تحریم جهانی ایران به خاطر جنایت‌ها در سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این بیانیه که روز چهارشنبه سوم مهر ماه منتشر شده آمده است، با محکوم ساختن دوباره هر گونه گفتگو با رژیم جنایتکار اسد و هر گونه کنفرانسی که راه دیگری بجز سرنگونی این رژیم را میگشاید، ما اعلام میکنیم که رژیم ایران بخشی جدی از این مسئله است و در هیچ شرایطی نباید در هیچ کنفرانسی در رابطه با سوریه شرکت کند. در این بیانیه آمده است ما هر گونه کنفرانسی که به هر طریقی ایران در آن شرکت داشته باشد را تحریم میکنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان سازمان ملل در سفر جدید خود به سوریه در رابطه با استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در روزهای 22، 24 و 25 اوت در این کشور تحقیق خواهند کرد. این کارشناسان پیش از این نتایج تحقیقات خود از حمله شیمیایی 21 اوت به اطراف دمشق را به سازمان ملل ارائه کردند که در آن تایید شده بود در حومه دمشق موشک‌های حامل گاز سارین منفجر شده است. در همین حال گروه جهادی سوریه به رهبری جبهه النصره مرتبط با القاعده طی بیانیه اعلام کرد شورای ائتلاف ملی سوریه را به عنوان نماینده خود قبول ندارد. وزیر خارجه ترکیه خواستار کنار گذاشته شدن بشار اسد از آینده سیاسی کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار با اخضر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه خواستار حذف بشار اسد رئیس جمهور سوریه از آینده سیاسی این کشور شد. وی گفت باید تضمین شود که بشار اسد از آینده سوریه کنار گذاشته خواهد شد.
داوودوغلو در این دیدار همچنین خواستار صدور قطعنامه‌ای درباره سوریه شد تا پاسخگوی نیازهای مردم سوریه باشد. حمله به ساختمان شورای شهر هویجه در شمال عراق روز چهارشنبه 14 کشته بر جای گذاشت. پس از انفجار 3 خودرو در مقابل این ساختمان، افراد مسلح با نگهبانان درگیر شدند. در این درگیری دست کم 8 غیر نظامی، 2 سرباز و 4 تن از مهاجمان کشته شدند. مجلس نمایندگان افغانستان به 2 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری این کشور رأی اعتماد داد، اما یک مقام پیشنهادی دیگر نتوانست رأی اعتماد لازم را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری ها در رأی گیری جلسه روز چهارشنبه، عمر داوود زی با 150 رأی موافق، 55 رأی مخالف، 9 رأی سفید و 5 رأی باطل به عنوان وزیر کشور افغانستان و دیگر نامزد پیشنهادی کرزای برای وزارت مرزها، اقوام و قبائل با 132 رأی با 132 رأی موافق، 69 رأی مخالف، 4 رأی باطل و 16 رأی سفید توانست رأی اعتماد مجلس را بگیرد. نصرالله استانکزی تنها فرد پیشنهادی کرزای بود که با کسب 106 رأی موافق، 86 رأی مخالف، 6 رأی باطل و 23 رأی سفید نتوانست رأی اعتماد مجلس برای عضویت در نهاد نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به دست آورد. جنبش جبهه النهضه حاکم بر تونس اعلام کرد طرح اتحادیه کار این کشور و 3 سازمان غیر دولتی دیگر برای خروج این کشور از بحران سیاسی را میپذیرد. به گزارش اسکای نیوز، النهضه در بیانیه‌ای که به امضای راشد القنوشی رهبر این جنبش رسیده است، تصریح کرده است که طرح مربع جامعه مدنی، اتحادیه کار تونس و 3 سازمان غیر دولتی و آغاز گفتگوهای فوری ملی با مخالفان را میپذیرد. همچنین در این بیانیه آمده است که النهضه بار دیگر از همه طرف ها می خواهد که از اختلاف خود با گفتگو عبور کرده و از راه توافق کشور را از خطرات و خشونت دور کنند و کاری کنند که فرایند انتقالی در این کشور تکمیل شود. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه 25 سپتامبر در همایش قطب شمال در سیبری گفت اقدام فعالان سازمان صلح سبز گرین پیس نقض حقوق بین المللی است. پوتین اضافه کرد گرچه نمی‌داند به طور مشخص چه اتفاقی افتاده، ولی به نظر او آنها دزدان دریایی نیستند. معنای این سخنان می‌تواند این باشد که احتمالاً مجازات سبکتری در انتظار فعالان صلح سبز خواهد بود. ولادیمیر پوتین از این سازمان خواست به جای دست زدن به اقدامات خطرناک، مطالبات خود را به کنفرانس‌های بین‌المللی ارائه دهند. روز سه‌شنبه 24 سپتامبر زلزله‌ای به شدت 7.8 در مقیاس ریشتر بخشی از ایالات بلوچستان در جنوب غرب پاکستان را لرزاند. این زلزله در ساعت 16:29 بعد از ظهر به وقت محلی در 66 کیلومتری شمال شرق آواران در این ایالت روی داد. شدت این زلزله به حدی بود که کراچی، حیدرآباد و همچنین دهلی پایتخت هند نیز احساس شد. به گفته مقامات محلی بیش از 200 نفر از قربانیان این حادثه مربوط به شهر آواران و روستاهای اطراف آن بوده است. مقامات محلی گفتند که آنها به تسلیحات پزشکی و درمانی نیاز دارند. و اما پس از ماه‌ها خودداری از امضای پیمان کنترل معاملات تسلیحاتی جهان، سرانجام ایالات متحده آمریکا آمادگی خود را برای پیوستن به این پیمان امضا کرد. آمریکا بزرگترین صادرکننده تجهیزات و جنگ‌افزارهای متعارف در سراسر جهان است. توجه شما را به گزارشی در این زمینه جلب می‌کنم و پس از آن امیر خسروجردی با شما خواهد بود با خبرهای ورزشی. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روز چهارشنبه 3 مهر جان کری وزیر خارجه این کشور پیمان کنترل معاملات تسلیحاتی جهان را امضا خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح‌های متعارف جهان است. از این رو پیوستن واشنگتن به پیمان تنظیم و کنترل معاملات تسلیحاتی بر اعتبار و اهمیت این پیمان می افزاید. پیوستن واشنگتن به این پیمان می تواند نفوذ آمریکا را بر تصمیمات بین المللی تقویت کند. اعلام آمادگی آمریکا برای امضای پیمان کنترل معاملات تسلیحاتی با استقبال سازمان عفو بین الملل روبرو شده است. دبیر کل عفو بین الملل در این مورد گفت این اقدام حرکتی مثبت در مسیر پایان دادن به صدور سیلاسای تسلیحات متعارف است که خشونت و سوء استفاده را تحریک می کند.
عفو بین الملل میگوید یک سوم جنگ افزارهای متعارف در حال حاضر از سوی آمریکا به 170 کشور جهان صادر می شود. اندیشه ی عقد یک پیمان برای تنظیم و کنترل معاملات تسلیحاتی جهان برای اولین بار در کنفرانس سازمان ملل متحد که ژوئیه سال 2010 در نیویورک برپا شد موافقت 192 کشور عضو سازمان ملل را جلب کرد. اما متن این پیمان تاکنون تنها به امضای 86 کشور جهان رسیده و آمریکا از پیوستن به آن تاکنون خودداری کرده بود. با سلام و در انتهای این بخش چند خبر از جهان ورزش. هفته 11 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران با دیدار پرسپولیس و فجر سپاسی شیراز آغاز شد. در نخستین روز بازی‌های این هفته عصر امروز پرسپولیس در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی میزبان فجر سپاسی شیراز است. سرخپوشان که هفته گذشته در یک دیدار جنجالی مغلوب سپاهان شدند، برای جبران این شکست و رسیدن به مکان دوم جدول رده‌بندی چاره‌ای جز غلبه بر مهمان خود ندارند. دیدارهای هفته 11 فردا با برگزاری 6 دیدار پیگیری می‌شود که طبق برنامه دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن دربی اصفهان را برگزار خواهند کرد. ملوان بندر انزلی میزبان فولاد خوزستان صدرنشین بی‌رقیب این هفته هاست. راه آهن تهران پذیرای داماش گیلان است. تیم رده سومی نفت تهران در تبریز مساف میزبانش تراکتور سازی این شهر می‌رود. در مثل کرمان با پرویز مظلومی سرمربی جدید خود میزبان گسترش فولاد تبریز است و استقلال خوزستان بحران زده به دیدار سبای قم میرود. دیدار دو تیم استقلال تهران و سایپای البرز به علت بازی برگشت آبی پوشان مقابل اف سی سئول کره جنوبی در لیگ قهرمانان به زمان دیگری موکول شد. خبری از والیبال. سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی 12 بازیکن نهایی را برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا معرفی کرد. بر این اساس شهرام محمودی، سعید معروف، فرهاد قائمی، سید محمد موسوی، حمزه زرینی، فرهاد ظریف، عادل غلامی، امیر قفور، رحمان داوودی، مهدی مهدوی، آرمین تشکری و علیرضا مباشری بازیکنانی هستند که خولیو بلاسکو از آنها در مسابقات جام ملت‌های آسیا استفاده خواهد کرد. 17 دوره رقابت‌های والیبال ملت‌های آسیا با شرکت 24 تیم در 8 گروه 3 تیم از 6 مهر در دبی امارات آغاز می شود که تهیان ایران در گروه 3 با تیم های کویت و قزاقستان همگروه است و شنبه 6 مهر در نخستین دیدار خود به مصاف قزاقستان می رود. در این بخش توجه شما را جلب می کنم به چند خبر کوتاه. در مرحله دوم رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی امروز تیم ملی ایران مغلوب روسیه شد. ساحلی بازان ایرانی در مرحله مقدماتی پس از برزیل به عنوان تیم دوم گروه به جمع 8 تیم برتر راه یافتند. صحنه‌ای از همین بازی امروز مشاهده می‌فرمایید. در آغاز سومین دوره رقابت‌های بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که از دیروز در تهران آغاز شد، تیم ایران در نخستین دیدار خود مالزی را 104-68 مغلوب کرد. ایران در گروه دو با تیم‌های کره جنوبی، تایلند و مالزی همگروه است. در دیگر بازی این گروه کره جنوبی از سد تایلند گذشت. در نخستین روز رقابت‌های واترپولو قهرمانی جوانان آسیا در سنگاپور دیروز ایران فیلیپین را 47-1 در هم کوبید. با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال تهران به علت اعتراض‌های مکرر به داور بازی این تیم با ذوب‌آهن اصفهان با محرومیت یک جلسه از همراهی استقلال و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. پدیده 9 ساله فوتبال ایران با قرارداد 10 ساله به تیم پرسپولیس پیوست. سایت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد امیر حسین حاجی‌زاده فوتبالیست 9 ساله‌ای که با حرکات تکنیکی خود توجه خیلی از باشگاه را به خود جلب کرده و بسیاری از آنها در پی جذب این بازیکن بودند، سرانجام با سرخپوشان قرارداد 10 ساله بست. به این بازیکن مسی ایران هم لقب می‌دهند. در حالی که قرار بود روبرت لواندوفسکی ستاره لهستانی تیم
فوتبال بورسیا دورتموند آلمان در پایان فصل جایی به بایرن به پیمانه این مهاجم گلزن برای حضور در جمع باواری‌ها در تابستان 2014 به توافق رسید. لواندوفسکی در پاسخ به این سوال که آیا در زمستان با بایرن پیش قرارداد امضا خواهد کرد گفت بله، در آن زمان میتوانم به صورت رسمی قراردادم را امضا کنم. و در پایان خبرهایی از فوتبال در نقاط مختلف قاره سبز یا اروپا. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه باشگاه انگلیس شب گذشته منچستر یونایتد در اولد ترافورد با تک گل هرناندز چیچاریتو از صدر مهمانش لیورپول گذشت و راهی دور بعد شد. نیوکاسل با شکست 2-0 لیدز یونایتد به دور بعد صعود کرد. بیرمنگام 3 سوانزی را حذف کرد و بازی آرسنال و وست برومویچ در پایان 120 دقیقه 1-1 مساوی خاتمه یافت. اما در ضربات پنالتی آرسنال 4-3 به برتری رسید و به محل بعد صعود کرد. صحنه از همین بازی را مشاهده می‌فرمایید. بریم به سرزمین ماتادورها. در چارچوب هفته ششم لالیگا شب گذشته رئال مادرید با دو گل کریستیانو رونالدو میزبانش آلچه را 2-1 مغلوب کرد. والنسیا گرانادا را با همین نتیجه از پیش رو برداشت و سویا 4-1 رایو وایکانو را شکست داد. آلمان در ادامه رقابت‌های فوتبال جام اسپانیا باشگاه‌های آلمان لیگا پوکال شب گذشته بایرن مونیخ هانوفر را 4-1 در هم کوبید و راهی مرحله بعد شد. اشتوتگارت در مساوی با فرایبورگ تن به شکست 2-1 داد و از دور رقابت‌ها حذف شد. شالکه 3-1 دارمشتاد را مغلوب کرد و کایزرسلاوترن 3-1 هرتا برلین را از پیش رو برداشت. بریم به سرزمین چکمه ایتالیا. هفته پنجم رقابت‌های سری آی ایتالیا دیشب با برگزاری چند دیدار پیگیری شد که تعیان در مهمترین بازی آس روم صدرنشین با شکست 2-0 میزبانش سمپدوریا به یک کتازی خود در جدول رده‌بندی ادامه داد. تیم رد دومی ناپولی در مساوی با ساسولو 1-1 مساوی متوقف شد. یوونتوس 2-1 از صد کیوو گذشت و میلان در حالی که تا ثانیه‌های پایانی 3-1 از بولونیا عقب بود در نهایت مقابل این تیم به تساوی 3-3 رسید و از یک شکست حتمی گریخت. و در انتها فرانسه و در ادامه هفته هفتم رقابت‌های لو شامپیون فرانسه دیشب در مهمترین بازی‌ها موناکو 3-3 باستیا رو شکست و در صد قرار گرفت. پاریس سن ژرمن با تک گل ادینسون کاوانی والنسیان را مغلوب کرد. لیون 2-1 مغلوب آژاکسیه شد. نانت 2-0 نیس را از پیش رو برداشت. بازی دو تیم بوردو و رمیس بدون گل مساوی خاتمه یافت. بسیار ممنون از همراهی صمیمانه‌تون با این بخش خبری. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.